بریم به مرکز میهنمون، یعنی اصفهان. طی روزهای اخیر اعتراضات گسترده از طرف مردم شرق اصفهان از شهرهای لنجان، زیار، ورزنه و زرینشهر نسبت به غارت آبشون توسط ارگانهای حکومت آخوندی ادامه داشت. پل خاجوه، اینم مرده رود، واقعا دست حاکما درد نکنه. هر جا که رد پای از این نظام و از این حکومت باشه، خشکی هست، قبرستون هست، بدبختی و فلاکت هم هست. این هم نمونه بارزش. عقاب ما رو بردن تو لوله، میگن آب نیست. خب این لوله، پس این آب کجا بود یا اینا گذاشتن تو لوله؟ چرا عقاب ما رو قطع کردن؟ کجا قرآن نوشته است که حق و ناس حلال؟ همین سنه نظامی کش پیمون نداره، هرچی دلش میخواد سر زده جلو رودخونه آب ور میدارد. به خودی ما رعیت، به خودی ما، به خودی ما زیمیشه میدهد. به ما جیریب یه میلیون تومن اجاره شده، هکتاری 20 میلیون تومن داره اجاره، جیریب 2 میلیون تومن. حق ما رو بعدش رفته داره باش که چاورز میکنه، میگه ما صنعت داریم، آبمون اونجا گرفتن میبرن. حالا سر 4 تا سرمایه دارم گرفتن، یک کشاورز بود اونجا درخت کشته بودن، اشترنم یکی بود مسما، ولی سرمایه داره اونجا کشته آبا میبره پمپاژ میکنن. کدوم عدالتیه که بیاد اینجا به دردی ما مردم برسه؟ از وارم رفو و وارم باخشم داد رو کو به یه دسته آدم کردن کلا به یه ده به درام بودن تورینم. هم دومو نابود کردن، یه دوم هم کشاورزی نابود کردن. به قرآن آبی که شامون، آبی که به گاو و گوسفند دادن ندارن، گوسفند اینا که ور افتاد گاوامونو مفته که فروخت. مال ببینین یه دونه گاو چندیه؟ برای اینکه آزوغه نداشته، میگن تولید مملکت زیاد کنی مثل است که برای این کاری آب به مردمی کشاورز ما دروغ دارن. اون قولی که دادن دروغ گفتن، عمل بهش نکردن. چیز که دروغ میگه دشمنی خود دروغ نگون به این مردم. رودخونه را نخوش کنید و گناه شوید از این گردن خدا. خدا بارون فرستاده واسه این مرد. به همه مردم ها میدارید الان گوشنه یه نون شبه. ما خودمون تولید کننده بودیم، یه جیری برنج میکاشتیم، هر یه خونوار یه جیری برنج که داشتیم خودمون میخوردیم، به فقرهامون میدادیم. برای مسجدمون میگفتن خواهرها یکی یه کیلو برنج بیارن تو مسجد، میخوام یه نرزی بپزیم. به والله حالا باید برن اونجا این آقایون بشینن تا دو تا گونی برنج دولت سقط سرش کنه به اینا بده، ما بیام نرزیامونو بپزیم. خدا دیگه حالا یکی بیدار کند که بیاد به داد ما برسه. بیاید صف اونجا ببینید، شما این فیلم ها بردارید که چقدر مرد و زنی وایسادن در یه ذره سبزی نیستن که این غذاشون باشه، این خوراکشون باشه. ما والا گرفتار شدیم، بدبخت شدیم، آب نداریم. خدا میدونه تو دل من چند ساله چجور زندگی کردم. خیلی بدبخت شدیم، خیلی بیچاره شدیم. هیچ کدوم نون شب نداریم، والا بلا به قرآن نون شب نداریم. آخرین خبر این بود که کشاورزان معترض لنجان در استان اصفهان روز جمعه مسیر رودخانه زاینده رود رو که توسط صنایع نظامی رژیم برای غارت این حداقل آب مردم هم بسته شده بود، با همت جمعی باز کردند. امروز 9 فروردین 1397 همونطور که در تصویر مشاهده میکنید، بسته شدن جریان اندک زاینده رود توسط صنایع اطراف و احداث آب بند. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید، آب بندی که احداث شده، اون طرفش دیگه هیچ آبی جریان نداره و همین مقدار کم آبی که در بستر زاینده رود در جریانه به سمت صنایع اطراف که صنایع نظامی هم میباشه توسط کانالی هدایت میشه به پمپ خونه‌اش و از اونجا آب برای مصارف صنایع برداشت میشه. میبینید این طرف آب بند مقدار حدوداً فکر میکنم 20 اینچ حدوداً آب جریان داره، این طرف آب بند و به اصطلاح احداث سد شنی هیچ آبی جریان نداره و این گونه است که متاسفانه از این نقطه به بعد زاینده رود خشک میشه. اگر یه مقدار آبی هم سمت آب بند سنگ بند قلقاسم لنجان جریان داره، اون هم به خاطر زایش بستر حوضه زاینده روده. اما کارگزاران رژیم هیچ کدوم طبق معمول کاری انجام ندادن و این قدرت جمع کشاورزان و مردم سده لنجان بود که با همت همدیگه از تهدیدات نیروهای سرکوبگر رژیم
ترسی به دل راه ندادن و آب بند صنایع نظامی بر زاینده رود رو برداشتن و سهم آب خودشون رو آزاد کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. بازگشایی مسیر زاینده رود توسط آب بندهای مصنوعی که احداث شده توسط صنایع اطراف. امروز جمعه مورخ 10 فروردین 1397. این هم از جریان آب زاینده رود که آزاد سازی شد. کشاورزان محترم شهر سده لنجان اقدام به بازگشایی مسیر زاینده رود که توسط بعضی صنایع اطراف بسته شده بود میکنن. میبینی که جریان آب الان بازگشایی شده و جریان آب ادامه پیدا میکنه. از مسئولین محترم صنایع خواهش مندیم که دیگه از کار انجام ندن. این جریان و شریان عمومی زاینده رود حق هم است و نباید جلوی اون گرفته بشه. هم جریان آب که تو بستر رودخونه فعلا جاری شد. این آب حق همه است، خصوصا حق آب داره، نباید جلوی اون بسته بشه. بستن اون یعنی حق و ناس. الان بازش میکنیم، اونجا هم الان باز میکنیم. این همون بستر خشکی بود که دیروز بدون نشون دادم و امروز به همت اهالی شهر سده لنجان بازگشایی شد. خدا قوت بده. سلام باشید. شما خوبه؟ سلامتی خوب هستی؟ سلامتی سانو شما مبارک. خوب هستی؟ سلامتی و احوال آقای غلامی خوبی؟ سلامتی خدا قوت. سلام باشید. شما خوبه؟ سلامتی خدا قوت بده. به شما. شما خسته نباشید. دست شما درد نکنه. زحمت کشیدید. سلامت باشید. اون پمپ هم باید جمعش کنیم. اون پمپ هم باید جمع بشه. حتما حتما پمپ باید جمعش کنیم. دست شما درد نکنه. هیچ کس حق نداره جلو بستر زاینده رو بگیره. این حق قاب مال همه است و باید جریان پیدا کنه تو بستر زاینده رو. ستاره کشتی از آسمان ایران، بازم ستاره پوشد این آسمان تابان.
سکوت شب خیز آواز دلنشینی تا قبلگاه خورشید از پا نمی نشینی دمریز از امیدی آن جور آفرینی با گام آزرخشی توفان در پنینی بغض شبانه من حالا